درگیری بین ریاکشن کارا و بعضی از رپرهای دری میخوان بهمون کپی رایت بزنن. ریاکشن کار ایرانی به افغانا توهین کردن. باز از رپ دری ریاکشن میریم یا نه؟ خوراکیاتون رو آماده کنید که بس خیلی داغ. درود، چطوری رفقای گل خودم؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من شیما، مخلص همتون و به چند خودتون خوش اومدین. بس آقا داغ دیگه. داستان اینه که دیس شدیم، روز شدیم، چیه؟ و ماجرا از اینجا شروع میشه که علی ATH میاد یه ویدیو میذاره توی یوتیوب و تامنیل خیلی زردی هم میذاره، عکس اکثر ریاکشن کارا رو قرار میده و مینویسه چرا از ریاکشن متنفرم. داستان همینجا تموم نمیشه، بعضی از ریاکشن کارا میان واکنش نشون میدن و دوباره دوست علی ATH یه ویدیو جدید میذاره که توهین ریاکشن کارا ایرانی به کامیونیتی رپ دری و افغانا. از ویدیوی علی ATH شروع میکنم که شروع حواشی بود به هر حال و یکی یکی میریم جلو، همه مردم میپردازیم. عکس خود منم تو این کاوره که گفته از ریاکشن کارا بعدش میاد هست. داداش من کدوم آهنگ تو رو ریاکشن رفتم یا تو کدوم ویدیو مثلا اسم تو رو آوردم که از من مامان کسی که ازش بعدت میاد متنفری یاد کردی تو کاورت؟ من نه دنبال حواشی هم نه دنبال این داستانام. حقیقتا انقدر درگیر زندگی خودم و افسردگیم و اینا هستم که حتی وقت نمیذارم ویدیوی عادیمو بسازم. میدونم خیلی از بچهای رپ دری ناراحتن که چرا خیلی از آهنگا ریاکشن نرفتم. بازم معذرت میخوام، واقعا خیلی درگیر مشکلات هستم. یکی از چیزایی که گفته علت این که ریاکشن بده اینه که مستقیم روی مخاطب تاثیر میذارن و اگه مثلا بگن یه ترکی بده دیگه مخاطب میگه بده و نمیره پیگیر اون شو و میگه آره هر چی ریاکشن کار گفت درسته. اگه چنین چیزیه چرا خودت ریاکشن رفتی تو چنل؟ هر چند که این ریاکشن ها که رفتی به عنوان یه آرتیست خب تو یه فن مثبت تری داری که بیشتر بازدید بخوری، ولی اون با وجود این اون بازدید رو نخوردی و چرا دوستت منم زرتشو اونم دوباره ریاکشن رفته؟ اگه ریاکشن بده و برای همه بد و اینکه مخاطبای رپ دری رو داشت چی فرض کردی؟ مخاطبای رپ دری من باشون در ارتباطم یکی از باشعورترین بافرهنگترین آدمایی بودن که واقعا دیدم و خیلی خوب باهات بحث میکنن به جای فحاشی یه هوی به جای قبول کردن هر چیزی. یعنی اینو در مخاطبین خودت ندیدی که میگی بدون هیچ حرفی حرف ریاکشن کارو قبول میکنن؟ و بعدش هم اومده گفته که ایرانی ها موزیک ما رو نمیفهمن و خود مخاطبا حتی میان کامنت میزنن میگن موضوع اینجا اینجوری بود. اگر خود مخاطبا میان کامنت میذارن پس هر چی ریاکشن کار گفته رو قبول ندارن، یه درک و فهمی دارن، میگن آقا اینجا اشتباه بود، پس حرف قبلی خودت الان ضدش شد. بالاخره مخاطبای رپ دری متوجه میشن و میان تکمیل میکنن نظر ریاکشن کار رو یا نه کلا نمیفهمن هر چی ریاکشن کار میگه، نمیشه که جفتش باشه. ولی کلا هیچ انسانی کامل نیست، ریاکشن قرار نیست همه یه محتوایی که تو دلت میخواد رو ریاکشن کنی. میاد سلیقه شخصی خودش و اون لحظه هرچی گرفته توضیح میده با مخاطبا. در ارتباط من خودم این شکلیم، مخاطبا رفیقای عزیز خودم، با هم دیگه بحث میکنیم به نتیجه میرسیم، ایده جدیدتر میدیم، اگه اشتباهی باشه میگیم، اگه درست باشه میگیم. هیچ چیز مطلق و کامل نیست و با هم دیگه تکمیل میشیم. نمیدونم چرا حالا اینجوری صحبت میکنیم. هر چی ویدیو میرفت جلوتر اوضاع بدتر میشد آقا. انگار فقط مشکلشون با ریاکشن ایرانی بود و میگفتن که چرا ایرانی ها باید ریاکشن برن، چرا ایرانی ها رو بولد کردیم، هیچ گربه معذرت خدا موش نمیگیره، هیچ ایرانی نمیاد اینا رو نگاه کنه، اینا فقط دنبال پول و درآمد خودشونن و این داستانا. همونطوری که در تولید موزیکی دستای پشت پرده داریم یه نفع میبریم، تو ریاکشن هم باید ما اول باشیم، خودمون رو فقط ببریم بالا. یه جورایی تبعیض نژادی و این چیزا دیگه. و اینا هم اصلا دنبال رپ دری نیستن، فقط و فقط به خاطر پولش اومدن این وسط. من خودم چی شد که رپ دری رو شروع کردم به ریاکشن رفتن؟ اینو تو ویدیوام قبلا گفتم، الان به صورت مفصل‌تر توضیح میدم. یکی از رفیقای من اومد آهنگ گدسه اینایت رو برای من فرستاد و من اینو گوش کردم. وقتی این ترک رو گوش کردم آقا برگام ریخت. قبل از این اصلا نمی‌دونستم رپ دری وجود داره و چه جوریه. از این حجم پانچای قوی، واجه آرایی، بازی با کلمات، نوع گفتاری که منو یاد پیشرو فدایی مینداخت توی رپ فارسی خودمون و من علاقه داشتم به این نوع رپ کردن، واقعا جذبش شدم.
اگر هم نگاه کنید تو چنل آهنگ گودسه ریاکشن نرفته، چون میگم که اونو اولین تکی بود که شنیدم و بعد از اون پیگیر رپ دری شدم، با بقیه رپرها آشنا شدم و شروع کردیم ریاکشن رفتن. یعنی به خاطر قدرت و چیزی که منو جذب کرد من شروع کردم و ریاکشن رپ دری رو آغاز کردم. و این حرفتون هم که میگین هیچ آدم ایرانی نمیاد رپ دری گوش کنه، من چنلمو نیومدم جدا کنم، یعنی رپ دری و رپ فارسی جفتش توی چنل، با وجودی که همه گفتن این کار اشتباه باید جداشی. چرا؟ چون من هیچ فرقی نمیبینم بین این دوتا، جفتش یه چیز فارسیه دیگه و هم مخاطبین فارسی میان دری رو میبینن، هم مخاطبین دری میان فارسی رو میبینن. مورد بعدی که ایشون گفتن که اینا با رپرها در ارتباطن، بعضی از یوتیوبرها، و مثلا اگر دیس بشه طرف چون با هم در ارتباطن میگن دیس ضعیف بود، یا اگر ترک بده ضعیف باشه میگه واو چه ترک خفنی. اول که ارتباط رپر با یوتیوبر یا ریاکشن کار خیلی چیز درستیه. چرا؟ چون وقتی بدونی چجوری طرف صحبت میکنه، با کیا بیف داره، داستان چیه، اصلا این صحبتی که کرده ایهام پشت این کلمه چیه، خیلی راحت تر میتونی اون ترک رو درک کنی و ریاکشنت خیلی بهتر میشه. اگه جای اشتباه بگی رپره میاد بهت میگه، دفعه بعد اون اشتباهو تکرار نمیکنی و اینا باعث فهمیدن بیشتر. همونی که میگی نمیفهمن، دوباره میگم که اینجا اگه در ارتباطن پس میفهمن. اگه در ارتباط باشن دیسشن میگن واو چه دیس ضعیفی بود. من خودم یه مدت ادیتور کارهای اینایت بودم و از همه بیشتر مشتاق این بودم که دیس قوی به اینایت و سرک رکورد بشه. چرا؟ چون میگفتم که اول یه دیس خیلی خفن باید بده، یه نفر باید انقدر خواهی داشته باشه بیاد به اینایت دیس بده و اینایت هم مجبور شه دیس بک بده، و اول دوتا کار خیلی 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 بوم میشنمم، با چقدر ذوق چقدر خوب ویو آی رپ دری میره بالا، رپ دری پیشرفت. من خودم تشویق میکردم آقا بیاین تو رو خدا اینایتو دیس کنید و دنبال این بودم دیس قوی بشنوم. چیزی که ضعیف باشه، من یکی یا مثلا امیر چیلپی تا جایی که میدونم واقعا میایم میگیم آقا ضعیفه، اینجاش بد بود اینجاش خوب بود، نقد میکنیم. ریاکشن کارا عین همدیگه از قبل نمیان آماده کنن ریاکشن برن، مثلا با امیر چیلپی یا خیلی بچهای دیگه با شتاب ریاکشن ها رو مقایسه کنین. یه مثلا کاری هست من گفتم واو چقدر خفنه اینجا، امیر چیلپی سلیقش متفاوت بوده گفته که این یکی از کارهای ضعیفه، یا برعکس اون گفته شاهکاره، من گفتم زیاد با این ترک ارتباط نگرفتم و به قشنگ برین مقایسه کنین. این چیزا توی ویدیوامون هست، پس اگر مخاطبینی هم داشته باشیم هیچ گونه تحمیل نظری بهش نمیشه، چون نظرات متفاوته و طبیعی هم هست، موسیقی سلیقه‌ایه تا یه حدی. بی خبر شد یه قدر ظلم اصول رپرهایی میبینیم که یوتیوبر شد. خلاصه آقا من از این ویدیو دو تا نتیجه برداشت کردم. یک، خیلی دلشون میخواد که یه مافیایی داشته باشن تو ریاکشن که اول درآمده بره تو جیبشون، در ثانی هر کی که احساس کنن میخواد با خودشون مثلا دیس بده و این چیزو فیدش کنن، ریاکشنش نن بذارنش کنار، هر کسی که باهاشون تیم میشه باهاشون خوبه باهاشون فیت میده بکشن بالا و به به چه چه. و الان ریاکشن دسته که بیشتر ایرانی ها هستن، پس ایرانی ها رو بذاریم کنار. چجوری؟ با مورد دوم، نژاد پرستی، اون کینه کهنی که ایرانی ها بدن، ایرانی ها به فکر شما نیستن، فقط افغان ها رو بچسبین. تخریب جنگ روانی سگ، مشکلات رفتن من میکنه حل، خشونت بس کو بالا بخند روان ما. پدر من که 4.5 از فوتش میگذره یه درس بزرگ تو بچگی به میاد داد و اون این بود که تو هر موقعیتی، چه طرف ضعیف بود چه قوی بود چه دختر بود چه پسر بود، هیچ گونه فرقی بین نژاد و جنسیت خاصی نذارم و همه رو فقط انسان ببینم. و برای این واقعا مدیونشم. موقعی که من اومدم رپ دری شروع کردم، یه دوستان بلاگر و یوتیوبر داشتم که میخواستم باهاشون فعالیت کنن، حتی دوستای قدیمی منم بودن. وقتی دیدم من دارم رپ دری ریاکشن میرم، خیلی هاشون واکنشی بود که داری از افغانی ریاکشن میری؟ تو دیگه سطحت پایینه، ما دیگه با تو کار نمی کنیم، همکاری نمی کنیم. و تنها واکنش من به اونا این بود که هنوز مونده که برسید به این دیدگاه که انسان ها هیچ تفاوتی با هم دیگه از نظر موقعیت جغرافیایی و جنسیت و نژاد و این چیزا ندارن، و به جای اینکه بخوام رپ دریو کنسل کنم، اون رفیقا رو کنسل کنم. و مورد آخر، باز از رپ دری ریاکشن میریم یا نه. میدونم فعالیتم کم شده ولی به علت تفاوت گذاشتن واقعا شرایط خوبی ندارم.
از دفعه درید دوباره ریاکشن خواهیم داشت حتما به این صورته، من هیچ گونه فرقی نمیذارم. ولی اینا گفتن ما میخوایم کپی رایت بزنیم، از کسایی که دیدگاهشون این باشه قطعا ریاکشن نمیدیم. چرا؟ چون که اولین چیز انسانیت و رفتار درسته و اصلا نباید به اینا پرداخت و اینا رو بزرگ کرد و اینا رو آورد بالا، چون که بعدها این ایده و این کینه رو همچنان خواهند داشت و آسیب میزنن به جامعه. خاورمیانه خودش پر از درد و بدبختی و سختی هست. اگه بخوایم با خودمونم بجنگیم هیچ وقت نمیتونیم به اون سطحی برسیم که بتونیم مشکلات بزرگتر رو حل کنیم. انقدر ما درگیر خودمون میشیم و از خودی آسیب میبینیم که به اون بزرگتره نمیرسیم. اینم باید اضافه کنم که خیلی از رپرهای دری حمایت کردن، خیلی ها رفیقامونن، دم اونا گرم که اونا رو سر ما جا دارن و بحثشون جداست. و آخر حرفم هم تموم میکنم با صحبت اشکان فدایی، چون اینو به ایرانی ها میگم تعویض قائل نشیم، به دریا هم بگیم نژاد آریایی یا هر نژادی مهم نیست، نژاد برتری نژاد پرستی از سگ کمتری. عاشقتونم رفقا، خودتون میدونید. مرسی که تا اینجا همراه من بودی و لایک کامنت سابسکرایب حمایت یادت نره و از همه مهمتر نظر بذار آیا حرفای من غیر منطقی بود؟ با کجاش موافقی؟ با کجاش مخالفی؟ و تا ویدیوی دیگر مخلص.